بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش از یک جوهرند، چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو کس مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بدون شک ما همه اعضای بدن هستیم و باید در خوشی با هم همدیگر خود شریک باشیم و رسیدگی کنیم بابت همدلی، بابت یاری رساندن، بابت دستگیری همدیگر خود. و اینکه ما در اسلام عزیز هم این اصل را داریم که انما المؤمنون اخوتون، مسلمان ها برادر همدیگر هستند. حالا این برادری حد و مرز را نمی شناسد. پس چه خوب است اگر در گوشه اروپا یک مسلمان غم دیده است، ما دستیاری به طرفش دراز کنیم. همان گونه مثلا در گوشی از افغانستان ما از گوشی دیگه قد علم کرده و با همت، با تصمیم و اراده به خاطر کمکش کمر همت ببندیم. حتما متوجه شدین که اصل بحث کجاست. تایی یک دو روز در جریان هستین که از طریق رسانه ها و از طریق دنیای مجازی تصاویر شریک ساخته میشه، اطلاع دهی میشه که یک قریه به نام پشغور در ولایت پنشیر آسیب دیده در نتیجه همان سیلابی که سرازیر شده به این منطقه. حدوداً 200 خانواده را به جا ساخته، تمام دار و ندار، خانه، زندگی، امکانات اولیه که به دسترسشان بود بالاخره به باد فنا رفت. حالا مسئولیت من انسان، شمای انسان و تمام انسانهای این خطه چیست؟ باید کمک کنیم و دست هم دیگر خود را بگیریم. امروز اگر به پنشیر، فردا شاید جلال آباد، کندهار، بدخشان، هرات و یا یکی از ولایات دیگر. پس به خاطر ملت شدن و به خاطر دور ساختن تبعیض که الحمدلله ای بس از طیف جوانان ما رخت بسته و ای دید کمرنگ شده، چی خوب است که ما این همه را دور بسازیم و مثل زنجیر به هم بپیوندیم، دست هم دیگر خود را بگیریم، کمک کنیم، یاری برسانیم به خاطر ملت شدن، به خاطر دور ساختن همان تبعیض. بیشتر صحبت می داشته باشیم با دو مهمان ارجمند و بزرگوار که تشریف دارن به استدیوی زندگی و از استان پنشیر تشریف آوردن. جناب احمد زیایی یزدانی، مسئول مؤسسه اصلاح و توسعه، و همچنان جناب غلام رسول فرآینی، رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر. در بخش نخست با جناب یزدانی، بعد از ظهرتان بخیر و بسیار خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز، چاشت شما هم خوش. ممنونتان. جناب یزدانی، مشخصا مؤسسه اصلاح و توسعه چه کار انجام داده؟ بازم از شما تشکری میکنم، ضمناً پیام تسلیت خود را خدمت او عده از آسیب دیدگان و ورثه شهدا که در حادثه المناک سیلاب قضیه پشغور ولایت پنشیر تقدیم میکنم. مطمئنا نهاد اصلاح و توسعه افغانستان به عنوان یک نهاد مدنی طبیعتا به دلیل آسیب و این حادثه تأثیر داره و تعلم داره و دقیقا ما هم به اندازه توان و قدر که داشتیم تلاش کردیم با دوستایی که در بیرون از افغانستان داریم یک حساب باز کردیم و اونا باور دارم یکی به ما وعده هم کاری دادین و اونا خواستشان نی بوده که شما اول امو ارقام و امو آماری که اینا آسیب دیدن، کیا آسیب دیدن، چقدر ای آسیب دیده هست و به چی نیاز دارن. اونا بعد از اینکه ما امیره تنظیم و ترتیب کردیم، البته وجود یک کمیته دولتی وجود داشت، از اونا هم گرفتیم، به دوستایی که در بیرون از افغانستان هستن پیشکش کردیم و به دوستایی که در داخل افغانستان هستن به اونا هم پیشکش کردیم. باور داریم ما به عنوان یک نهاد در پلی ازی که وظیفه رسمی هم داریم و بتونیم حداقل خدماتی که نیازمند است و نیازمندی های اولی اینا و بعدش هم نیازمندی های در آسمدت مثل پروژه هایی که زراعتی آسیب دیده و بعض مسائل دیگه برشان خدمت بکنیم. یعنی ما گام اولی ما را در راستای بررسی ارقام و ارزیابی آسیب دیدگاه پیمودیم و این گام را برداشتیم. بسیار کار نیک است. هر جا شما با خداوند بزرگوار باشه. حالا ارقام دقیق از چه قرار است؟ به اساس اطلاعاتی که تا هنوز به دست ما رسیده و در رسانه ها هم است، در حقیقت 167 خانواده به کلی خانه هایشون را از دست دادن.
و این شما حتما در جریان هستید که امروز جمهور هم به پنجشیر رفته و امی ارقام هم به او پیشکش شده، یعنی 167 خانواده به کلی از بین رفته و در حدود 400 خانواده هم آسیب پذیر است قسمی، مثلا یک تعداد 70%. تمامی خانواده های آسیب پذیر مختص به پژغور است یا نه قریه های همزوار هم آسیب دیده؟ مثلا او خود مثلا 167 خانواده دقیقا در پژغور است و در مرز سیلاب قرار داشتین، بقیه خانواده ها در پیرامونی قریه که وجود داشته، قریه های متعددی هستند، اینا یک تعداد آسیب در مرحله اول خرابشان کرده، پس آن وقتی که سیلاب میان آب دریا را بند میسازند، بخشی اعظمی از خانواده ها و منازلشان دوکاکین اینا زیر آب میشن، چون یک بند وجود ایجاد میشه و هنوز متاسفانه تا هنوز هم مجرای واقعی پیدا نکرده بود بند، هنوز هم احتمال فروپاشیدن بعض خانواده ها خانه ها هست مسکونه محلی. برحال ما در حدود 400 خانواده متاثر از این حادثه علم نکشتیم. حالا این همه آسیب مالی آسیب جانی چه تعداد است؟ خوشبختانه بگویم هرچند که مثلا حادثه مثلا تلفات مالی بیش از حد است و عمق حادثه هم بسیار قوی است و وسیع است، اما تلفات جانی بسیار اندک است، چون پیش از این که سیلاب به منطقه مسکونی برسه، به محله مسکونی برسه، خبر داده شدن به اهالی، اینا خودشان را کشیدن، فقط خانواده ها و افراد و اعضای خانواده با یک پیران، حتی بعضشان هم پاپوش هم ندارن، برآمدن در کو در یک محله بلندتر، با ما 6 تن مفقود الاثر داریم. 6 تن دست کم 6 تن مفقود الاثر هستن. شما رئیس مبارزه با مواد مخدر پنجشیر هم هستین، به حیث کارمند حکومتی حتما از نزدیک از خود قریه و قریه های همجوار دیدار داشتین، خب کمک های دولت و نهادهای خصوصی در چه حد بوده و آیا کمک ها کمک های است که جوابگو باشه بر خانواده ها که تمام زندگی خود را از دست دادن یا نه؟ در این شک نیست، ما در کنار از عضو کمیتی حالت اضطرار هم هستیم در سطح ولایت پنجشیر. طبیعی است وقتی که حادثه عمیق میشه، دامنه حادثه طبیعی است، با این حادثه دامنش هم وسیع بود، کمک های اولیه در روز اول چند باب خیمه، کمپل، اینا به محل رویداد رسید، نان پخته به محل رویداد رسید، آب آشامیدنی به محل رویداد رسید. خب چیزایی که نیازمندی های اولی است، داروز، درمان از دکتر، اینا رسیدن، خود طبیعی است او رقمی که حالت عادی داره طبعا به خانواده او به او رقم نمیرسه، ولی حداقل جان از اونا نجات یافت، اینا گرسنه نموندن، اینا بدون پاپوش نموندن، اینا در یعنی کمک های اولیه در کل رسیده. دقیقاً. حالا نیازمندی اصلیشان نبود خانه است. دقیقاً. از سیل از کمک ها که سرازیر میشه در این شب و روز، مدیریت این کمک ها چگونه است؟ شفاف است یا نه؟ یکی خب نحوه مدیریت است، یکی شفافیت مدیریت است. من باور دارم در شفافیت مدیریت تشویش نکنن دوستا، به دلیل از اینکه اونجا یک تیم ساخته شده در کنار از اینکه مثلا مامورین ارشد حکومتی هستن، اما افرادی که به اصطلاح بتونه این کمک را به مردم برسانه، اینا نماینده های خود قریه هستن، نماینده ها اونجا آمدن تعهد سپردن که اونا میفهمند که در قریه شون کدام خانواده هاست، کی ها آسیب دیدن، اونا دقیقاً از افراد حکومتی هم که بیشتر میفهمند. و آیا این گونه نشده که خانواده هایی که اصلا آسیب ندیدن اونا ردیف شده باشن به خاطر گرفتن کمک ها؟ خوشبختانه اینطوری نشده، ولی یک چیز هست، مثلا یک خانواده داریم که آسیب دیده ولی جدی نیست. نه، آسیب دیده اول به او میرسه، مثلا خانواده که حالا مثلا آسیب ندیده ولی گرسنه است، آب آشامیدنی نداره، مثلا سرپناه نداره، تمام راه های مواصلاتی بند است. اما خانواده های آسیب دیده باید کاتگوری شود. بله بله، اولویت بندی شده، اولویت کدامش، اول کدام خانواده، دوم، سوم، حداقل اینا کاتگوری شده، دسته کاتگوری هست. و طبیعی است یک چیز دیگه هم که متاسفانه گاهی وقتا مدیریت بحران را به چالش مواجه میکنه، این است که هجوم سرسوار افراد است. آلی افراد طبیعی یک تعداد از یا سلبین هستند و غیر مسئول هستند و اینا هم که وقتی میان در محل هر کدامشون هم نمیشه که مانعشان شیم، مانعشان شیم، هر کدامشون میان طرح و دید و نظر خودش هم میتن و این گاهی وقتا هم با مشکل مواجه میکنم، نحوه مدیریت را، نحوه به اصطلاح روند رسیدگی به بحران را و آسیب دیده را.
بحث داغ انتخابات پارلمانی است و بعضی از نامزد وکیلا به خاطر شهرت بیشترشان، به خاطر پیدا کردن جایگاه و موقف برای خودشان، با یک مواد بسیار ناچیز که در حقیقت توهین است برای او خانواده، رفتن و عکسای را منتشر ساختن که گویا ما رفتیم و کمک های اولیه را رساندیم. خانم شاهین، ما میخوایم دو تا مسئله را بکنم. شاید از لحاظ اخلاقی مثلا کسی یک بسکیت برای یک آسیب پذیر میته و دلیل از اینکه باز نام برای آمد برابر این بسکیت رای بگیرم، شاید از یک منظر بد اخلاقی یا مثلا اخلاقی به نظر نرسه، ولی از طرف دیگر مثلا یک خانواده هست که آنن آب نیاز داره و حکومت و نهادهای دولتی هم با آسانی به او رسیده که میاد. حال یک کاندیدام که میام آب برازو میرسانه یا بسکیت میرسانه یا کمپله، خب از این منظر کار انسانی کرده. حال که توقعش خود ظاهرا میگه من کاندید توقعی رای ندارم، ولی در نهایت هم به خودتون شاید در یک حالت غیر از حالت انتخابات میبودید کار نمیکرد، ولی حال که آمده من باور دارم این هم به خیر عموم ملت بوده که یک تعداد را صادقانه بگویم حال نامزد انتخابات پارلمانی هستن، یک تعداد آمدن کمک کردن. این که باز آمد از او اشتهارات به خودش اشتهار کس کرد یا آمد از اوش به اصطلاح خودش را تشهیر کرد، او بحث جدا است، ولی کپم ایست که او هم در این پروسه سهم گرفت، آمد. من صادقانه یعنی از منظر یک کسی که در اونجا بودم در اون محل همون کار از او را تقدیر میکنم. حالا بحث های دیگهش جناب یزدانی، برای 167 خانواده که به خود قریب پشغور است، آیا کمک های اصلی که نیازهای اصلیشان مرفوع شد و صورت گرفته، مثلا اعمار خانه؟ خب متاسفانه اعمار خانه در 72 ساعت هر حادثه طبیعی به لحاظ قانونی یا حالت اضطرار 72 ساعت است. تا 72 ساعت این مدت زمان سپری کردیم. بله بله، ما این مدت سپری کردیم. آره، هر چی که بود، نان هم اگر رسید، کمپل، خیمه، هر چی که بود یک مقدار برش رسید. این از حالت آسیب پذیری هندکی بیرون شده. قطعا پس از این حالت آل نهادهایی هستند، مسئولیت نهادهای انکشافی است که به اینا در گام نخست باید اسکان برای جامعه نظر گرفته شود. دوم، در قریجاتی که مثلا حالا خانواده ها هستن ولی زمین های زراعتیشون به دلیل از اینکه سیل آمده کانال های زراعتی خراب شده، مثلا بند های برق خراب شده، طبیعی که دیدسوری جور نمیشه. معلوم دار است که دیدو سروس ما تازه دیروز تانستیم که قریه های بالای پشغور با قریه های پایانی پشغور وصل بکنیم، و امروز که جناب رئیس جمهور تشریف آورده بودن به پنشیر، فقط خواستن مثل دیگرا عکس و تصویر و نگاره بگیرن یا نه وعده های هم دادن به خاطر تغییر زندگیشان و بیرون شدن از این وضعیت؟ و گزارشاتی که بر ما رسید، رئیس جمهور سخنرانی کرد و او برای 3-4 تا نهاد حکومتی اکیدا دستور داد، مثلا ریاست به اصطلاح اونجا ریاست انکشاف دهاد، ریاست زراعت و همینطور ریاست شهرسازی، به اینا اکیدا دستور دادن که شما محله را مثلا شهرسازی باید اسکان از اینا را سروی بکنه، ارزیابی بکنه و او را تا یک پیشنهاد بیاره، و همینطور ریاست زراعت و ریاست کارمشین نهرهای مسعم از آب آشیمدنی، کانال های آب زراعتی اینا را هم سروی بکنن، اینا را هم ترتیب کنن بره بنا. گفت که شما اینا ترتیب بکنید، من منظور میکنم انشاءالله به سر وقتشون در حد یک تعهد یک وعده با مردم همکاری را امیدوارم که در تعهد و وعده خود صادق باشند. سپاسگزاریم از حضور شما جناب احمدی یزدانی. بخش دوم برنامه با جناب غلام رسول فراینی، رئیس اطلاعات فرهنگ پنشیر خواهیم بود، و اما حالا یک دفعه برگشت کرد. با عزت باشین شما هم. بس تو ده اینجا چی میکنی؟ به چاقوی پدرمه میخوایم. تو لودا استی لودا؟ مادر تو نمیتونی کاری کنی، اما ما بسیار کار را میتونم. باز برات نشان خواهد دادم. خدا حفظت کنه پهلوان. اگه میخوای که سر کارم برگردم، مرا در موضوع کاکایم و منطقه زب دخیل نکن. بگی یک رفع امتیانش کن. درست است، دست درد نکنم. حالشو چاخو سپی؟ چی شده؟ بیا بیا ای سراخ بی بی. ریاض شوهر خواهرت است، امروز با خواهرت نکاح کرده. اگه اجازه بتن کاکا، من دیگه میرم. کجا میری؟ هنوز غذا نخوردی؟ سیر شدم کاکا جان، برم که ناوقت میشه. سریال ماجرای دهکده، امشب ساعت 8.
و ما و شما باید ملت شویم و این زمانش است. خصوصا خطاب ما جوانان هست که بیاین از تبعیض دست برداریم و با هم یک جا شده برای افغانستان نوین کار کنیم. ادامه برنامه را دنبال میکنیم. بخش دوم جناب فرائین تشریف دارن و بیشتر صحبت میداشته باشیم پیرامون گرمایش خود زمین و اینکه علت خود سیلاب در چه بوده. و ما پیش از او بسیار خوش آمدین به برنامه سندگی. سلام به شما و عزیزانی بیننده. ممنون شما. جناب فرائین، حالا دلیل عمده خود این سیلاب چه میتونه باشه؟ حادثه دلخراش پشگور واقعا که همه را به شوکه آورده. تقریبا 80% دارایی مردم از بین رفته، زمین های زراعتیشان و اموال و مواشیشان خوب بدون شک از بین رفته. درود میفرستیم به روان شهدا، کسایی که در حادثه جان خود از دست دادن، و تسلیت میگیم به بازماندگانشان. دقیقا حادثه پشگور از قسمت پشکندا که یک حوض است یا بگویم جهیل است آغاز میشه و این یکی دو روز پیشتر هم آب خاکاو شده بوده و مردم ها هم متوجه این حادثه بودن. وقتی که حادثه، تنها مردم متوجه این حادثه شده بودن یا نه نهادهای مربوط هم؟ بله مردم، یعنی نمیشد که از حادثه جلوگیری شود؟ مردم و نهادهای مسئول هم متوجه از این موضوع بودن و از پیش مردم آگاهی داشت که همین قسمت آب یعنی غیر طبیعی خاکاو شده. دیگه ای وانمود میشد که طبعا یک حوض در قسمت بالا وجود داره و یک حوض دیگه هم در قسمت اندرا وجود داره دمی سر پشگور. کسی هم که در اونجا برای شکار رفته بوده و هم حوال داده بوده که حوض وضعیتش به گونه دیگری است. میایم سر اصل موضوع. خوزش جناب فرائین، یک دور تبصره داشته باشین. وقتی مردم اهالی آگاهی حاصل کرده بودند و نهادهای زیرف همچنان نمیشد تدابیر از قبل گرفته میشد تا تعداد افراد که خسارات جانی برداشتن بالاخره جلوگیری میشد. در این حدودی که ما شما فکر میکنیم حادثه رخ بده در این حدود نبوده، ولی یک سلسله هشدارا بوده که اینمی خاکاو شده ممکن یک حادثه رخ بده. با ملاز وقتی که بین خود هشدار زمینه رو فراهم میتوسه برای که باید نهادهای زیرفت امی موضوع بود که تلفات انسانی ما بسیار زیاد کم داریم، در حالی که به اصطلاح تخریب کلی ما امیدقه 167 خانه است و قسمی ما هم تا 200 خانه میرسه. چه آگاهی دیگه صورت گرفته بوده برای مردم منطقه؟ مردم وقتی که این سیلاب میه در ساعتهای نیمه شب، یعنی 11 تا 12 شب، و در مو قریجاتی که در قسمتی بالا هستند و زنگ میزنند و زمین انداخت میکنند. فردی که به شکار رفته بود بالاخره مردم دارد میخوزند. اما متوجه از این گپ بودن، یعنی در نصف شب کی متوجه باشه؟ یعنی همه گی متوجه از این موضوع بودن و مردمی که در قسمتهای پایان بوده خود بیرون میکنند و در اولین ساعت صبح که 6 صبح است کمیته استراحت جلسه دایر کرد و کمک‌های، یعنی بعد از حادثه، بله بعد از حادثه، و کمک‌های را مواد غذایی در نظر گرفتن. بعد ساعت‌های 8 به بعد ما در آیا جناب فرائین سال‌های قبل هم یک چنین حادثه پیش آمده بود از آبشار؟ بله. یا نه؟ بله بله، اصل موضوعی است که ما شما مشکل گرمایش زمین هم می‌بینیم که دنیا حتی در این معضله دچار هستند. یک بحث دیگه با گزارش میخوایم مطرح کنم که جدای از آبشار، خود دریای پنشیر به گونه هست که مدیریت نشده که به یک سمت و سوی مشخص باید آبش روان باشه. هم از حالا ما شاهد هستیم که تعداد از زمین های مردم، با آنکه زمین و باغ به این پنشیر خیلی کم است، توسط دریا ربوده میشه، ولی از طرف نهادهای مربوط هیچ نوع توجهی صورت نمیگیره. خب بین اول ما همین مشکل سیلاب بگویم و بکگراندش و گذشته سیلاب بگویم. این سیلاب از اینمی جا آغاز میشه. گرمایش زمین گفتیم یک معضل است. این گرمایش زمین
مخازنی برفی ما را یا بگوییم که یخی ما را رو به ذوب کردن است. این حادثه تا هنوز در سال 57 یک حادثه رخ داد که قریه باولی از بین رفت، 38 خانواده از بین رفت و نابود شد. یک حادثه دیگر در 81 رخ داد، 81 رخ داد که قسمت بالایی آبشار 36 فامیل از بین رفت در قسمت پاوات و این 30 مشکل است. پنجشیر از منابع آبی فراوان برخوردار است، یعنی ما میتونیم پیش بینی کنیم. بله، ما پیش بینی بکنیم که در قسمت که پنجشیر ما یادآور میشیم ما 120 حوض یخی داریم، منابع آبی که هنوز اینجا سروی و ارزیابی نشده که نظر ما از طرف کدام نهاد باید سروی ارزیابی شود؟ این باید از طرف حوادث سروی شود، از انرژی و آب باید سروی شود که هم بتونیم حوادث جلوگیری بکنیم، هم بتونیم بدانیم که مقدار آب ما چقدر است و علت فروریزی این بندها چیست تا جلوش گرفته شد. ما پیشنهادی برای مقام ولایت داشتیم که حوادث یک گروپ سروی را از تمام اوضاع باید داشته باشه. تا هنوز نگرفته. تا هنوز نگرفته، ولی من فکر میکنم که فروریزی این بندها علتش آب شدن یخ هاست. خب این برای همگان هویداست. بله بله، بدون شک. چرا که این سه مورد است که در پنجشیر رخ میده و تلفات بسیار سنگینه داره، باید دولت بعدش متوجه شود. بگیم که غفلت صورت گرفته. اگر غفلت صورت نمی گرفت، خب بار سوم است. بار اول، بار دوم وقت چنین حادثه اتفاق افتاده بود، لااقل جلوش گرفته. بدون شک تا هنوز اوضاع یا منابع آبی پنجشیر سروی نشده که چه مقدار آب است و یا آسیب پذیری از یاد کجا است و چگونه باید است جلوگیری شود. متوجه شوند که در ولایت پنجشیر امنیت وجود داره، چرا این همه بیمهری در حق مردم بیچاره پنجشیر میشه؟ چی از طرف خود مقامات ولایت و چی از طرف حکومت محلی و حکومت مرکزی؟ خب ما شما خود دقیقا میفهمیم که یک مدت طولانی را ما شما شامل جنگ بودیم و بعد از حکومت موقت هم آهسته آهسته به طرف حالا حکومت موقت 15 سال گذشت جناب، به طرف کارهای عمرانی روان هستیم، کارهایی هم صورت گرفته. ولی اما یک نمونه چه کار عمرانی مثلا به پنجشیر صورت گرفته؟ پروژه های بسیار زیاد تطبیق شده، پروژه هایی که ناتکمیل مانده تطبیق شده، از کنار مثلا پروژه برق چی شده، کنار آب پنجشیر اعمال بسیار دیوارهای استنادی با کدام قسمت ساخته شده؟ در بسیاری مناطق، اگر شما برین در قسمت مرد، در قسمت مردم که دیدار دارن، خصوصا این فصل است که به خاطر سیر و سیاحت میرن، هیچ نوکاری نشده به این مردم. والا خب به نظرم که کار شده، ولی توقع ما بیشتر است که باید بیشتر کار شده. کار شده، این تو نیست که کار نشده باشه. ممکن موضوع ناکامی پروژه برق یک معضله بسیار به اصطلاح اما تو انگوش نشان است که شما چیز میکنید، ولی بسیار پلو ساخته شده، پروژه ها ساخته شده، ما که ندیدیم اصلا. در حد یک اگر شما برین میبینید. البته که ما زیاد رفتیم. بخیر و سلامت باشین جناب غلام رسول فرائین، رئیس اطلاعات فرهنگ پنجشیر، با امید روزی که ما در هیچ بخش از افغانستان مشکل نداشته باشیم و بی‌مهری نشه. مردم ما حقشان است و باید مسئولین کار کنند. تا دیدار بعد فردا دوشنبه شما را به خداوند منان می‌سپارم و اما پیش از او عزیزان بیننده چو استادایی دست افتادگی. پس امروز ما و شما قد علم کنیم، ما و شما همت کنیم و دست همدیگر خود را بگیریم. منتظر به نهادهای مسئول نباشیم چون کار نمی‌کنند.